سلام، معصومه هستم. به کانال آشپزی من خوش اومدین. امروز با آموزش یه پیتزای فوق‌العاده خوشمزه در خدمتتون هستم، پیتزای مرغ و قارچ. برای درست کردن خمیر پیتزا 4 تا قاشق غذاخوری شکر دارم، داخل ظرفی می‌ریزم. 1 لیوان آب گرم، توجه کنید که آب گرم باشه، داغ نباشه، چون اگه آب داغ باشه خمیر مایع عمل نمی‌کنه. می‌ریزم داخل ظرف. به همراه 1 قاشق مرباخوری پودر خمیر مایع فوری. به این صورت روی آب میپاشم. حالا هم میزنم. 1 قاشق مرباخوری نمک دارم، اضافه میکنم. 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون. 4 لیوان آرد سفید داریم، علک کردم. کم کم به این مایع اضافه می کنم که ببینم چقدر آرد استفاده میشه. ابتدا با همزن دستی می زنم. خب توی این مرحله همزن رو کنار میذارم و ادامه کار رو با دست ورز میدم خمیر رو. با نوک انگشتامون شروع میکنیم خمیر رو ورز میدیم. تا جایی به موادمون آرد اضافه میکنیم که خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد. تقریبا خمیر من آماده است. شما میتونید هم با دستاتون ورز بدید، هم که خمیر رو 100 مرتبه داخل ظرف بکوبید تا خمیرتون قشنگ به عمل بیاد. خمیر باید کاملا نرم و لطیف باشه، به دست نباید بچسبه و از 4 تا لیوان آردی که من علک کردم تقریبا 1 لیوان آردش موند و 3 تا لیوان آردو من مصرف کردم. کف ظرف رو روغن زیتون ریختم در حد 1 قاشق. کف ظرف رو چپ میکنم و همینطور خمیرم رو. روی ظرف رو سلفون میکشیم. روش رو میپوشونیم. برای 2 ساعت میذاریم یه جای گرم تا حجم خمیرمون 2 برابر بشه. 1 عدد سینه مرغ بدون استخون رو به صورت مکعبی خرد میکنیم. تکه های مرغ رو داخل تابه روغن تفت میدیم. مقداری نمک، فلفل، زردچوبه و پاپریکا اضافه میکنیم. 1/2 لیوان آب اضافه میکنیم. در تابه رو میذاریم تا کاملا مرغ ما بپزه. وقتی که آبش کشیده شد، تکه های مرغ ما کاملا سرخ شده. 1/2 عدد قارچ رو به صورت ورقه‌ای برش می‌زنیم. فلفل دلمه‌ای هامون هم به صورت نگینی خرد می‌کنیم. بعد از 2 ساعت حجم خمیرمون 2 برابر شده. پف خمیر رو میگیریم و خمیر رو ورز میدیم. حالا خمیر رو به 2 قسمت تقسیم میکنم.
با این حجم از خمیر میشه 2 تا نون پیتزا با قطر 27 سانت آماده کرد. کف قالب رو چرب میکنم و خمیر رو داخل قالب پهن میکنم. البته با وردن هم میشه باز کرد و سپس داخل قالب پهن کرد. با چنگال سوراخ‌هایی رو داخل خمیر ایجاد میکنیم تا هنگام پخت پف نکنه. میشه برای 10 دقیقه داخل فر گذاشت تا خمیر نیم پخت بشه. بعد از اینکه خمیرمون نیم پخت شد، سس گوجه فرنگی روش میزنیم و به ترتیب پنیر پیتزا، تکه های مرغ سرخ شده، آش اسلایس شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی و قارچ قرار میدیم. برای 15 دقیقه میره داخل فر از قبل گرم شده با دمای 220 درجه. عالی شده. اگر این آموزش رو دوست داشتین، خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا آموزش‌های بعدی من به شما اطلاع داده بشه.